نایابترین و قدیمی ترین آهنگ استاد احمد ظاهر چی بوده؟ بریم با هم دیگه ببینیم. Hey, what's up? My name is Pashat. خیلی خوش آمدید به کانال لالا پاشاتون. بچه ها امروز یه موزیکی به دستم رسیده که قدیمی ترین و نایابترین ترانه استاد احمد ظاهر بزرگه. خودم خیلی مشتاقم برم که این آهنگ رو بشنوم و لذت ببرم. پس قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، اون زنگولی بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو حتما لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام ما بالا میاد اونجا، حتما منو فالو کنید. پس بریم که این ویدیو جذاب با هم دیگه داشته باشیم. Are you ready? Oh. بچه چقدر قشنگ داره آکاردیون نواخته میشه. حتما خود استادم داره اینو مینوازه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. شما حساب کنید که اون زمان قدیم همچین روی ریتم قشنگی نواختن واقعا دشوار بود. بریم ادامه. فکر کنم میگه که دیگر اگر دلخون شوم آواره و مفتون شوم، اگه اشتباه نکنم همچین چیزی گفت. بریم ادامه. گرواله و مفتون شوم چه جمله سنگینی بوده اون زمان. همچین جمله، یعنی واقعا اسطوره ترین هنرمند میتونه همچین جمله ای رو بساز. بریم ادامه. بچه ببینید موسیقی چجوریه. قشنگ از خود موسیقی میشه فهمید که چقدر قدیمیه. یعنی مال زمانی بوده که هنوز امکانات درستی نیومده بوده واسه ضبط صدا و موسیقی و این چیزا، و صدا یه حالت پیچ خوردگی داره. بریم ادامه. بچه این خیلی به گوشم آشناه. احساس میکنم توی یه موسیقی آهنگ هندی هم من اینو شنیدم. واقعا واسه هم آشناه. اگه شما هم چیه سی دارید یا اگه اطلاعاتی چیزی دارید حتما واسه من کامنت کنید. بریم ادامه. من که واقعا تحسین میکنم همچین آهنگی رو. درسته کیفیتش یه ذره کیفیت ضبطش پایینه، ولی خب واقعا دلنشینه و مثل باقی آهنگای استاد دلچسب و قابل پذیر است. من که دارم باز هم لذت میبرم. بریم ادامه. گر سایه باشی در بدر دنبالم آیی تا سحر. دمش گرم. چقدر قشنگ گفته. یعنی مثل این که مثل سایه دنبالم بیای همشو، تا سحرم همه جور منو دنبال کنی. بریم ببینیم ادامه شو میخواد چی بگه استاد. ادامه. آواره با چشمان تر دیگر نمیخوام تو رو. اگه گریه و زاری هم کنه دیگه تو رو من نمیخوام. خیلی دوست دارم بدونم که استاد چرا چی شده که معشوقش رو داره اینجور از خودش دور میکنه. خیلی موضوع جالبه و یه موضوعی که خیلی تازگی داره واسه من. اولین بار دارم گوش میدم یه همچین شعری که استاد داره معشوقش از خودش دور میکنه. بریم ادامه و لذت ببریم. فکر کنم اینجا که میگه دیگر اگر دلخون شوم گر واله و مفتون شوم، فکر کنم داره به معشوقش میگه.
میگه که اگه یه بار دیگه من دلخون بشم از دستت، اگه یه بار ازت ناراحت بشم، دیگه سمت من نیا، دیگه مثل سایه هم دنبال من اینجور را بیفتی بیای و تا سرم دنبالم بیفتی، من دیگه تو رو نمیخوام. فکر کنم منظورش همینه، داره به معشوقش اینا رو میگه. میگه یعنی به قولی دست پیش میگیره که معشوقش بدونه که اگه یه اشتباهی دیگه کنه قابل پذیرش نیست. بریم ادامه. بچه ها اینو حالا بدون اغراق میگم، واقعا از رو دل خودم میگم، صدای احمد ظاهر جان عزیز و خاطراتی که ما از ایشون میشنویم واقعا روی آدم تأثیر میذاره، حس سخاوتمندی، حس مهربونی رو توی وجود آدم به وجود میاره. من خودم به شخصی از موقعی که با شخصیت احمد ظاهر جان عزیز آشنا شدم، الهی خدا رحمتش کنه، و خاطراتی که شنیدم که چقدر به نیازمندا کمک میکرد، منم واقعا این حس سخاوتمندی یه نمه توی وجودم به وجود اومده و هر جا نیازمندی میبینم شده یه مقداری پول خوردی که حالا توی جیبم باشه رو بهش بدم و توی دلم میگم که بره ثواب بشه واسه استاد احمد ظاهر جان عزیز که همچین سخاوتمندی رو توی وجود من به وجود آورد. بریم ادامه بشون. بچه ها فکر کنم اینجا اولین باریه که احمد ظاهر جان عزیز از آکاردیون استفاده کرد و اولین باری بود که آکاردیون رو برد توی موسیقی شرقی و میبینید که چقدر قشنگ داره مینوازه. این نشون میده که یه ساز تازه‌ای که اومده باشه توی موسیقی شرق و یه نفر اینجور در حد استادانه بتونه بنوازه چقدر استعداد مادرزادی خیلی بالایی میخواد. هیچ شناختی از ساز نداری ولی حالا ببین با چقدر کنترل خوب داری این ساز رو مینوازی. احسنت، روحش شد. بریم ادامه. گر نور چشمانم شوی، هم جسم و هم جانم شوی. من چی بگم از زیبایی این بیت؟ چی بگم؟ واقعا زبانم قاصره، هر چی از زیبایی بگم کم گفتم. اون زمان 60 سال 70 سال پیش همچین شعرهایی، واقعا نمیدونم چی بگم، واژه ندارم واسش، واژه ندارم. بریم ادامه. خدا رحمتش کنه، خدا یعنی الهی نور به قبرش بباره، که تک تک آهنگاش یه حس و یه تازگی داره. یعنی هیچ آهنگ استاد احمد ظاهر رو من ندیدم که یه نفر بگه که آقا این آهنگ نسبت به اون آهنگش بهتره. دیدم که همه توی کامنت ها خوندم، همه میگن که این آهنگش هم فوق‌العاده مثل باقی آهنگاش. هیچ موقع نمیگن که این آهنگ بهتر از اون یکی آهنگشه. همه آهنگا رو هوادارای استاد لطف دارن، همه آهنگا رو به قولی توی وزن و توی حسی که به آدم منتقل میکنه توی کیفیت میبینن. دمشون گرم و واقعا هم همین جوری است، همشون یه کیفیت خیلی خاصی دارن و همشون به دل آدم میشینه. بریم ادامه. احسنت، واقعا به وجه اومدم، خیلی عالی بود این ترانه و تحریرهای این بیت آخرش هم که خون دقیقا مثل تحریرهای هندی بود. مسلما این تحریرها هم استادم از ظاهر از اون دوره تحصیلی که توی هندوستان داشت اینو از اونجا، یعنی به قولی رو تحریرش کار کرده بود و وارد موسیقی شرقی خودمون کرد.
الهی نور به قبر استاد بباره که همیشه توی همه حال همراه ما هست و یادش در قلب ما زنده است. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. ممنون از نگاه زیباتون، خیلی دوستتون دارم. گود بای.